شبهایی که به آرزوی رسیدن به فرداهای بدور از جنگ و خشونت، این گونه در جاده در برابر دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در کابل می گذرند. برای پهن شدن خان سال لحظه شماری دارند و در این شبها اعضای این حرکت مهمان کابل هستند. فردای این شب باز هم روی برنامه هایشان کار می کنند. این که بقیه راه را چگونه و با چه برنامه‌ای برای رسیدن به جاده سال پیش بروند. اما در اعلامیه طالبان که از این حرکت همچون یک دسیسه امریکایی یاد شده است، در میان اینان بار بار یاد می شود و تصمیم بران شده است که در برابر این اعلامیه به گونه رسمی 5 روز بعد واکنش نشان بدهند. به دغه حرکت که بهرنی اړیکا و بهرنی پیسې و بهرنی اجندا و تاسو یې ثبوت کړئ، دولت دیم را کش کی محاکمه دی را سره وکړي او طالب دیم موږ را کش کی محاکمه دی را سره وکړي. این مرد 70 ساله می گوید که 2 عضو خانواده اش را در جنگ ها از دست داده است و تمامی کار و بار و خانواده اش را در غزنی برای رسیدن به سال رها کرده است. دا حرکت به تر دغه وخت پورې دوام ولري. سود موږ افغانستان کې سوله او ثبات او امن ناتب نور موږ ستړي یو، موږ درقدره یو، موږ ټکر ټکر یو. اعضای حرکت مردمی سال خواهی می گویند که 60% راهی را که از هلمند به کابل نوردیدند در میان گروه طالبان و در دیدار با اعضای این گروه بوده است و هر گونه اتهام پیوند را با حکومت و یا کشورهای دیگر مضحک می دانند. فشارهای مردمی که از جنگ خسته هستند از نقاط مختلف افغانستان واقعا صحنه را برای حضور طالبان در مناطق مختلف محدود می سازه و تنگ می سازه و فشار مردمی نشان می دهد که مردم از اعمال طالبان و از جنگ طولانی که در افغانستان تجربه کردن خسته هستند. قرار است که اعضای این حرکت مردمی سالخواهی پس از 6 روز چهارشنبه در برابر سفارت آمریکا گرد آیند و شعارهای سالخواهانه ایشان را سر بدهند.